امروز آمدیم با قریه صابون، قریه که در پزمین تصویر شما میبینید، قریه بسیار کلان است. در کوچه و پس کوچه از این قریه امروز قدم میزنیم و تمام این قریه را به تصویر میکشیم. ملک صاحب دلتم تریاک کردین. حاجی صاحب عبدالرحمن از مردای سابق است. میگه یو سلو لس کال عمر لید دوم را شاوخا عمر لید. نادر خان وقت که مزوان و مثال اغین دیو خواهش کم یو پاشایی تیرشی طول ورده یادی. واه 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 ملک صاحب داد چیر چراکم جی تراغ لولو واخ زایده داد یادم جا واخ کرده آخره رسیدیم. ملک صاحب هم ده سربنده. به نام یاد خدا. سلام افغانستان، شرق لست، خوش آمدین، خوش کلدزلر. درود بر تمام شما هموطنان عزیزم. آرزومند هستم هر کجایی که هستین جور صحتمند سرحال و کاملا خوشحال باشین. وطنداران عزیز خوش آمدید به برنامه قریه به قریه. ما در دره سیگل هستم. برنامه گذشته را که شما دیدین ما رفته بودیم به قریه اوشتور. قریه اوشتور را شما دیدین، با رسم رواج مردمش آشنا شدین، جاهای زیبا و دیدنی و قریه را دیدین. امروز آمدیم به قریه صابون، قریه که در پزمین تصویر شما میبینین، قریه بسیار کلان است که در صخره ها و در درخت ها پنهان شده، زیادترش معلوم نمیشه، ولی ما هم یک جای بلند انتخاب کردیم که یک قسمت از این قریه را به تصویر بکشیم در شروع برنامه. ما دیشب ساعت 9 بجه اینجا رسیدیم. وطنداران عزیز، قریه دو راه داره، یک راهش این طرف است، یک راهش آخر قریه است و در مسیر راه جاهای بسیار زیبا و دیدنی بود که ما نتونستیم شوی را به تصویر بکشیم، ولی امروز براتون وعده میدیم که تک تک جاهای دیدنی و زیبای از این قریه را به تصویر میکشیم. ما نگفتن مونه که در کوچه و پس کوچه از این قریه امروز قدم میزنیم و تمام این قریه را به تصویر میکشیم. پس کافی است که تا پایان برنامه را ما را همراهی کنین و از دیدنی برنامه لذت ببرین. دوستای عزیز، قریه صابون به معنای واقعی کلمه دور افتاده است، ولی آب و هوای بسیار خوب داره، بسیار سرسبز است که انشاءالله امروز در این برنامه به تصویر میکشیم. ملک صاحب هم همینجا است که یک جای شویم. ملک صاحب سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیر صحت خدا خیر خیرتی را تعالی آرام انشاءالله صحت خدا خیر خیرش به روز بخیر تیریگی الله پزگ مخ که ودارم چې د امرم په مخ لګیږي چې لیدون کوم او تاسو یو ګورې تعال شپه ورځ په خیر الله فضل ده خیر او خیرت ده ان شاء الله وخت تیریږي کله کې خیرت ده په خیره علی په جهان مننه الله راکي څه حال ده نور خیرت کو ده ان شاء الله نور خو په عذاب نه سول خو فقط چې دغه لاندې کلی پورې موټر راځي او دی خواته موټر نه راځي لګې ستړي کړو بس کامیاب سي مونږ کو تاسو نن رالي زمونږ ټول ژوند هم دغه سي ده او هغه ځاینه مثال د خوراکي مواد او څه په شا او څه دې په بارګیرو باندې موږ خپل مثال کلیو کورو ته رسو او دغه لاره د اوس چې موږ ولاړ یو په دې لاره باندې عین سروبي ولسوالي مربوط ده وزبین تم تلی شو په دې لاره باندې زموږ پخوا پخوانی کور مخکې مخکې مثال وختونه دلته زموږ مشران پاتې شوي دا د صابون په نوم کلی ده موږ دلته ژوند کوو او دا لارې دي مثال دی نه دی د موسسې طرف نه او نه دی مخکې حکومت ترم نه او د امارت هم دومره موږ ته مثال توجه نه ده کړی زمونږ لارې هم صحیح جوړ نه دي تاسې خپله ولید ملک صاحب داسې کار به وکړو لنډې ډېر ښایسته ښایسته پټي دي په دې پټیو کې تاسې حتمان څه شی کرلی دي نظر مو څه شی دی چې همداسې قرار قرار لاړ شو پټي به مو ګورو کلی به مو ګورو مشکلاتو باندې مو باید وغږیږو او ښایسته ښایسته ځایونه به مو ګورو نظر مو څه شی دی بالکل ښه خبره مهرباني بسم الله راځئ چې ماشاءالله ملک صاحب دا زینه څومره ښایسته دي دا تاسې خپله جوړه کړې دي
او دا منګه خپل کلیواله مثال شرم کړه او دا زینیم جوړه کړي تیګنم پښتګه مثال په شام لري ځاونم تیګه راوړي او دلتم لګولي او زمونږ لار یو اندازه اوس خوشوي چې مثال د مالونم خپلم په دی باندې او رفت او آمد کو او لارم جوړه کړه خپل په لاسو باندې م جوړ ډیر خدای دا ځوانانو دا څوک چې په دې کې ژوند کوي زحمت وسلې دا زینې جوړ کړي مهرباني مهرباني ملک صاحب دلته تریا کړلی ولا تریا کم کړلی او دا واړو واړو پټی مثال او امارت اسلامي راغی مجاهد صاحبانو ټول ختم کړل دا ختم کړل دا ختم کړل دلته غنم هم دا ګوري ښکار دا واړو واړو پټی دی غنم او غنم هم چندان دلته یخ د غنم هم نکیږي هم دی مونږه د کوکنارو نه مثال استفاده کولی دا هم راته ختم ک او مونږه او پیشنهاد لرو چې موږ سره حکومت یا د کوم یو موسسې یا دغه نه یو همکاري وشي چې هم دې تمه باندې خلک دلته ژوند کولی او دا هم ختم کړ راته او نور تاسو نه مننه چې دلته راغلی سي موږ نه مثال دغه کوی همدا زمونږ غږ دغه ته ورسوي چې موږ سره یو همکاري وشي چې دا زمونږ دا کوکنار ختم کړي ملک صاحب ما اوریدلی ول ډیر ځایو کې مثلا پروس کال د مزار خواته خلکو زوف کړی ول ډیر ښه عاید ورته کړی و ډیر ښه پیسې ورته ګټل که تاسې مثلا دلته زوف وکړئ زه فکر کوم د غنمو نه د کوکنارو نه به ډیر ښه پیسې ترلاسه راوړئ ولا مونږ کوه طریقې یا نه لرو چې مثال دا څنګه چې کرل کیږي څنګه چې شی ده او حتی چې ما خپله لیدلی یم نه ده چې دا څنګه چې شی ده که نه چې موږ سره همکاري وشي د موسسې طرف نه یا مثال د حکومت طرف نه او موږ ته یې وښایي چې دا داسې کرل کیږي طریقې او ولې نه چې مثال څنګه چې زمونږ امارت اسلامي خوشحالي موږ هغې سره بس خوشحالي شما یک چند تکه تصویر از این دره زیبا را ببینین در ادامه برنامه همراهیتان خواهان هستیم وطنداران عزیز تشکر خاص از تمام شما عزیزان که تایید ما را همراهی کردین آهسته آهسته رسیدیم به قریه ملک صاحب د دې ونو نه معلومی کی دا ونه چې دا ونه ډیر عمر لري صحیح ده د دې ځای نه معلومی کی د دې سنکاریانو نه چې دا ځای تاریخي ځای ده د دې سونه وخت کیږي د دې ونو مونږ ته وای او دا څه شی ده دلته څه ده دا کوم مسجد د زمونږه تقریبا د نیکونو وخت نه جوړ ده او دا چې چا جوړ کړی هغه اوس پود دی او دا ونې چې ښکاري دا ډېر پخوانۍ ونې دي مثال زمونږ هغه نیکونو وخت نه چې اوځل دلته چې کوم یو راغلی هماغه وخت نه نیالګي کرلي او نیالګي سره اوس داسې خپله ونې چې غټ غټ ونې دي زاړه شوي دا ونې او همدغه کلی ده زمونږ او دا مسجد ده او دا مثال علاقه ده دا ونې دي پخوانۍ تاریخي ځای ده نو بس ملک صاحب دلته که ودرېږئ که دونه راته ووایئ چې مثلا دا مسجد څو کاله مخکې دلته جوړ شوی ده د تاسو نیکونو خو جوړ کړی ده مثلا دا ونې هم ډېر سابقه معلومېږي تقریبا دا د مثال دا چې اوس جوړ شوی تقریبا دغه اتیا کاله کېږي چې دا د تازه جوړه کړی دی نه پخوا هم دا مسجد و دا اتیا کاله زمونږ نیکونو وخت کې بیا جوړ شوی تقریبا شاوخوا د اتیا کالو سل کاله کېږي چې اوس دا جوړ ده او موږ هم اراده لرو چې مثال یا نوی کو یا اوس هم لا ښه ده کېږي مونځ کوو پکې وځایږو او اتیا سل کاله کېږي چې دا مسجد جوړ شوی ماشاءالله وطندارو مسجد را که میبینین دو منزل است و میگن که یک قرن پیشی جور شده 100 سال مگذر از این مسجد بیاین که بریم این مسجد از نزدیک ببینیم ملک صاحب دنه نتلای سو دنه نبایی میابده فاو گروه سید بیاین با ما باشین وطن دارو سلام علیکم حاجی صاحب خیر ساتخه ده بخیر خیرتی ده سلام مهربانی مهربانی کنه
مهربانی تو مو په پرسا حاجی صاحب نوم دی چی شاید نوم عبدالرحمن عبدالرحمن دغه نه پیږي سو کلانه یک ایست ساله ماشاءالله رسول الله سم دا شاوخه عمر راځي نو چې دا تشکری دغه نه معلومیږي ماشاءالله یو رسول الله سکاله عمر لري دومره شاوخه عمر لري حاجی صاحب ته ورته وای ورته د مسجد جوړول دی پیادیږي مته مسجد جوړ ام دی خپل مثال په دې ځواني کې دی جوړ کړی دا مسجد مو جوړ کړی دا مسجد د خپل جوړ کړی دا خپل جوړ کړی مثال چې دا ځواني کې وای وړ کې و بیا هم چې شهیدم کړو غینه پسم بیا جوړ کړه مغه وخت نه مثال دا هم دا یو سړی پاتې د سپینګرو کې چې مثال دی خلکو جوړ کړی او نوري و پاتشي هم دا یو پاتې دی حاجی صاحب عبدالرحمن 110 سال عمر داره و خودش نمیجا در این مسجد که بنا میکردن جور میکردن خودش هم اشتراک کرده بوده در این مسجد, مسجد خود حاجی صاحبشان جور کرده از حاجی صاحب ملک صاحب پرسان که بگو اینجا سرک هم دور است موتر تا قریه پایی نمیایه تا کجاها را بگو پای پیاده رفتی؟ کرایه ما تو پیادو پرید که مثال تا بلا تا جلابات پرید کم پیادو تا مثال تا کابل پیاده رفت تا کابل پوریم پیاده تله پروانه پوری تله ننګرهار پوری تله لخمانه پوری اغه وخت کی د دې مثال یادی کی چې دا درنټا بند چې دا جوړ شو اغه نه مخ کی دا د پدې چارباغو باندې پیاده تله دغه ته ننګرهار ته ډیر ښه حاجی صاحب عبدالرحمن از مردای سابق است ملک صاحب حاجی صاحب نه پوښتنه وکړه ورته وایي د سابق دورونه د امان الله خان د دورې نه د ظاهر شاه د دورې نه د دغه دورونه چې پیادی ورته وایي زموږ ته قصه وکړي نه وای امان الله خان وخت کې زه وړ کې دا چې کم عمر کې اومه دا چې مې نه یادیږي او نادر خان او هغې نه وروسته مثال ظاهر شاه او دې نه دې خوا چې کوم یو حکومتونه تیر شوي وایي په زه ځوان وم مثال ظاهر شاه وخت کې م ځواني یې وو نادر خان وخت کې م ځوان و مثال هغې نه دې خوا چې کوم یو پادشاهي تیر شوي ټول ورته یادیږي ملک صاحب د حاجي صاحب نه پوښتنه وکړه ورته وایي دغه پادشاهیانه چې تیر شوې مثلا د ظاهر شاه وخت نه د امان الله خان د وخت نه دغه پادشاهیانو کې د تا ورته وایي څوک لیدلی دي پادشاهان مې ته جیجي مثال هم پادشاهانه نزدیک جای ظاهر شاه میم وای نزدې داسې لیدلې په لغمان لغمان یې آی لغمان یې آی ظاهر وای لغمان ته راغلی و زه خپل وای په لغمان کې وجود مې درلوده چې راغې داسې نزدې مې ولیدې وای داود شاه میم وای داسې نزدې لیدلې او ښه مې وای یادی چې ځوان ما مونږ پیاده کابل ته هم تلو ننګرهار ته هم تلو او پروان ته هم وای تللی ما پیاده یو جهان مننه ډیره زیاته مننه حاجي صاحب خیر اوسېږې خیر اوسېږې زه چې ځو ملک صاحب صاحب دا چیر څه رقم جی ته راغلو واخه زایده دا دا با با هموطنان عزیز عجب یک منظره مخ کې صاحب زف ملک صاحب سلام علیکم یا الله خیر کړم نام خدا نام خدا دا په عبدالجبار کور ده دلته چرالو یو چا مسکو جبار لالا دلته راسته ته ما ته خبرې وکړه سره نام خدا ډیر ښایسته ځای دی جوړ کړی چې هر څومره صفات وکړمه کم ده هدې جینا هغه غرونه فکر کومه د الینګار دی که نه الینګار دی انشاءالله دا جایی که ما شتیم هموطنان عزیز از اینجا عین کوههای ولسوالی الینګار معلوم میشه
پایین دره در تصویر اگر شما ببینین، علیشنگ ولسوالی علیشنگ هم معلوم میشه، کوهای علینگار هم معلوم میشه. و منگه پس اون منزل که نستیو؟ تاسی سرورو منزل هده چی دلتا نست هستی. این منزل چهار هستک و اینجا را یک میمانخانه جور کرده. زمان که میمانا میاید در این میجه میشینن دیگه، این فضا را که میمانا ببینن چقدر میمانا خوشبخت باشه. هم دست نده ملک سب؟ او دیر خزای ده خه هوا لریه خه داشه ده غزای ده جگ زای ده هوا خه ده اخکارا زای ده طول زای نو معلومی. خب یو گلت چای با اخرو ملک سب سیده؟ چای با اخرو لگ دما با اوکو بیا با شروع که دینور کلی که بام لگ سناسه ده زای نو بای اوینو انشالله. وطنداره عزیز، ما یک گلاس چای میخوریم این امیجا انشالله. در ادامه برنامه ما را امرایی کنین، میریم بخیر طرف داخل قریه، چون ایش روی قریه است، داخل قریه را میبینیم و ای که کجاها میریم منتظر باشین انشالله جاهای بهتر و مقبولتر امروز به تصویر میکشیم. با ما باشین. خدا ملک صاحب، چقدر این خانه را شما خوب جور میکنین. من نمیفهمم که انجینرش کیست. ورسای کنیم که وطندار عزیز، که خانه را زمانی که میبینین یک سانتی هم پس پیش نیست، همون سنگکاریش همون تو فکس هستک، همون شاول او ترازو که میگن اون همون چیزایش همون تو برابر هستک. ملک صاحب دیدی انجینر سوگ ده؟ دیدی انجینر بزده تاسی ده و سو خیم عدل تا کار کهی او امرخی جول کرده ده تیگو خاور نه جول کرده و خ ماهر انجینران دیده دل تا منگ وست وینو چه دل تا کار کهی نوی وست به ورشو ده به او گورو تاسی و اخپل غیسر مسایبه او کهی و اخپل و مثال خبره ورسره او. لاز درک تراجیک دکم. زد جیگی کم. راز نام خدا. سعی انجینر سه. خراری ده خدا فضل ده. سات دکه ده انشالله. شکر ده خراری. ماشاءالله ایتالا سونه دی ماچو که ایدلو دی. دست رقم کار ده سوم رفاق قلاده کار کوی سوم پاک کار کوی تاسه. یار ام داغ کارون جینو مخ که ورود تیگو نملا کمزوری ده خاورونه کمزوری ده ورز ده تیری گینو. خاور ده کم زینه راوری تاسه. یار خاور راورو بر نه آخوا نه دیوخوا نه خلق لگ پیدا کونو سو کنور بلا لاره نشتا. سعیده. یو کورت مثلا یو کورتا تاس جوڑاوی پسونا وقتی جوڑاوی؟ یار یو کورتا تقریبا نتو رزی نه رزی لزو رزی. تر لاس رزو پوره؟ یو کورتا جوڑه. دیبان ده سوما رزا سی تاس کار کوی؟ ده دبان ده تقریبا نن دیار لست رو دی. دیار لست روز نه داخل است. نه داخل. دا سوم منزل جورا وی. دا جورا و دو شودریه شودریه منزل. سعی دا. سرای ما سه. ورزت ده کارت ایدا ما ورک منگه تاتا مزایمت نکو. یا و جهان مانه نخای رو سیگه. آباد او سیگه. مالک سب. دا پرچالونه ده چیش ده خاطره تاسی ورک وی ده بامو پسر. دا پرچلونه منگا دی باران مثال چه دا دیوال لون نشی پخوان از منگا نیکو نیکو وقتونه مثال دا سی سیستم دا و دا غنم و دا غنه مثال دا پرچلونه من جول کری وسم رسم و رواش دا مثال هم دا یک دو چول دا با دیوالونه لون نشی او کورم خراب نشی. سعید دا باره پرچالا از ملک صاحب سوال کردم، گفتم چرا این پرچالا را در سر بامب ماندن؟ میگه ای از سابقه از امو پدر کلانا بر ما اما تو میراث مانده که ما میمانیم به خاطر که دیوالای ما تر نشه زمانی که برف و باران میشه و خانه خراب نشه. ما را در ادامه برنامه همراهی کنین. بریم ملک صاحب. ما شما میریم از اونمو جای تاریخی که یا میگن جوی آب هست که از چوب ساختن، داخل چوب مثل جوی جور کردن و از اونجا آب طرف قریه میره. والا ملک صاحب دیتا سروان دیر لری و ستڑی کرلو. والا بس اوس نزدی در رسیدی لیو کلی ریده
او تاسو خپل اولې د چا ویالم ټیم دوی ډیر خراب ده او په کمرو باندې دا زمونږ په خواغه تاریخي ځای د مثال چم دی ځای نه وبې وستله او دلته کلی آباد کړي اوس رسی و ان شاء الله سربنه وینو هغه ناوام وینو چې تاریخي ځای ده اوس ورته رسی و ان شاء الله نږدې ده. رسیدیم ملک صاحب هم دا سربند ده او دا سربند ده او دیو خواه ده صوبون طرف ته هم دغه سربند ده قندلیو نشالان طرف ته هغه سی دغه همدغه نوا چې څنګه ښکاري همدغه سی او نوا موږ بل هم لرو چې د قندلاو نشالان طرف ته آبادي په هغې ذریعه کیږي او دا چې دا د دولت خون او صوبون د دو کلی سربند همدغه ده چې همدې نوا په ذریعه موږ هلته هم د زراعتي ځمکه کرو هم مثال مال و حال او څه مثال چې استفاده د کور لپاره اسکلو دپاره ټول همدې نوا په ذریعه موږ استفاده اخلو د اوبونه او زموږ زراعتي ځمکه هم همدې ذریعه کیږي. صحیح ده ملک صاحب دا اوبه خو د هغه قوم د غره نه خو نه راځي دا د همغه قوم غره نه راځي همدغه اوبه دي او بس ښه سپینه صفا اوبه دي موږ دې نه استفاده کوو هر رقم استفاده هم دې نه. صحیح ده هموطنان عزیز اینی سربند قریه صوبون است. اینی آب که از این جمعه که اینال برتان نشان میتیم ای از کوه کاون میایه باش که ما او طرف برم این از اینی آب که میره به طرف قریه صوبون اینمی آب مردم قریه صوبون به خاطر کشت و زراعت خدا هم استفاده میکنه از این آب به خاطر نوشیدن هم استفاده میکنه تمام کارشان از اینی آب است. جالب است اینی جا پایین دریا است و از اونو جا یک چوب ماندن که این آب توسط فراشد در تیر کردن این طرف آوردن این آب راسن میره طرف قریه صوبون. هموطنان عزیز ملک صاحب پرسان کردم گفتم چقدر وقت میشه که این چوب اینجا ماندن به خاطرش که آب او طرف وره گفتن 3-4 سال میشه که ما اینمی چوب اینجا ماندیم و دفراشوت آب میه اینمی طرف آیسته آیسته میره طرف قریه صوبون. پیشه را من ذکر کردم که اینمی آب است که مردم قریه صوبون به خاطر نوشیدن هم از این استفاده میکنه و به خاطر کشت و زراعتشان از این آب استفاده میکنن و حال ملک صاحب میگن که اینمی جای اگر بر ما جور شوه سرک خو نداریم شفاخانه نداریم مکتب درست نداریم حداقل اینمی آب که سربنده که بر ما صحیح جور کنن که ما از اینمی آب کل قریه از استفاده میکنه که نمی آب به طریقه درست بیان چون این چوب را که شما اینجا میبینین این چوب میگه با مدت زمان میشه که خراب شوه خرابی که در دری سلور مثال زیاد چه وقت تیر که در دری کال سلور کال ورست خرابی که در تقریبا در سو سوا کال یا سو کال مثال سو سوا کال مخی نام دغا نقشه مثال دلتا جور شوه دغا ناوه جور کرده زمونگا پخوا پخوا چه دلتا راغلی خلق که ناسی دلی دلتا امینه کرده دغا ناوه ترتیب کرده او بیا مخ که تا عباتی کرده زمکه جوره کرده او همدین مثال منگا استفاده کهو مون غوار چه منگ تا توجه وشی او منگ تا دا صحیح جور شی چه پا 15 کاله 18 کاله مخ ورسته مثال یا 2 کاله ورسته دا بیا خرابی که منگ دیست را پازابی گو او اشر کو چې دا جوړو یو کله کو دا جوړوایم نشي ان شاء الله چې ملک صاحب دا ته په توجه سی جوړ بسی یو جهان مننه ملک صاحب خیر اوسېږي ننم په برنامه کې موږ سره همکاري وکړل امراسته وکړل یو جهان مننه خیر اوسېږي کورم ودان لا پاک تاسو سره مو خو کی په دنیا او آخرت کې چې زمونږ غم هم وخوړل زمونږ ځای ته راغلی او موږ سره تاسو مصاحبه وکړه او زمونږ حالات هم تاسو وکړه خیر اوسېږي بیا ملاس راکې سلام علیکم مننه. هموطنان عزیز اینی سربند قریه صوبون است که شما در تصویر میبینین و این از اینمی جا که او میره مردم از اینمی او به خاطر کش و زراعتشان هم استفاده میکنن به خاطر خوردن هم از او استفاده میکنن و از اینمی جوی که اینجا ساختن یک تو در بالا هم است. مردم قریه به تشویش است میگه این جوی چوبی را که ما اینجا جور کردیم که او از او طرف میایه اینمی به مدت زمان خراب میشه و ای کاش میگن توجه مردم شوه که بیاین بر ما حداقل اینجا یک جای جور کنن که نمی او بیا و ای او اسراف نشه. ضایعات بسیار زیاد داره ای او تا به قریه میرسه
چندین جای یاو تقسیم میشه، ولی خدا کنه روز برسه که این مردم هم خوش و خوشحال باشه و اینمیجا برش جور شوه. آهسته آهسته رسیدیم به بخش پایان برنامه امروزی. تشکر خاص از تمام شما عزیزان که تا ایدم ما را همراهی کردین. این بود قریه سوون که امروز به تصویر کشیدیم. تا دیدار بعدی، تا قریه بعدی، شما را به خداوند یکتا و بی‌نیاز می‌سپارم. شب و روزتان خوش، خدا نگهدارتان.